همراه میشیم با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک. آقای آقایی خیلی خوش آمدید. از همین ماجرای کشته شدن غیر نظامیان و گام‌های ملموسی که بلینکن بهش اشاره کرده شروع بکنیم. اساساً این گام‌های ملموس چه میتونه باشه بر سر این مسئله واقعا مناقشه برانگیز بین مخالفان و موافقان این جنگ که هر دو هم قابل تأمل هست نظراتشون؟ بله، همونطور که شما اشاره کردید، وزیر امور خارجه آمریکا ظاهرا یک سری پیشنهادات داره و داده به طرف اسرائیلی، اما دقیقا مشخص نکرده که منظورش به طور مشخص چی هست از گام‌های عینی که اسرائیل باید برداره تا میزان تلفات غیر نظامیان به حداقل برسه یا کاهش پیدا بکنه. اما به نظر میرسه طبق گزارش نیویورک تایمز که به نقل از مقامات آمریکایی منتشر شده، این پیشنهادها مثلا این هستش که اسرائیلیا در انتخاب اهداف و اون روش حملات هوایی که انجام میدن دقت بیشتری به خرج بدن، عملیات های شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات از اهداف و اون مواضع حماس رو ارتقا ببخشن، از بمب‌های کوچکتر استفاده بکنن در هدف قرار دادن مواضع حماس و از اقدامات بیشتر حملات هوایی حتی شده بکاهن، بیشتر تمرکز کنن روی عملیات های زمینی هدفمند برای هدف قرار دادن نظامیان حماس، و اینکه اگر بتونن وقفه‌های کوتاه مدتی رو برای کمک‌های بشردوستانه اعلام بکنن به صورت هر از چند گاهی و کریدورهای بشردوستانه رو باز بکنن. بنابراین به نظر میرسه که آمریکایی رو خود عملیات اسرائیل علیه حماس زیاد موردی نیست، مشکلی ندارن، بیشتر میخوان که کمک بکنن غیر نظامیان کمتری کشته بشن. ولی واقعیت این هستش که مقامات اسرائیلی از همون ابتدای جنگ اون مناطقی از شمال نوار غزه رو به عنوان حوزه عملیاتی اعلام کرده بودن، خواسته بودن که غیر نظامیان برن به مناطق جنوبی تا تحت تیرس حملات اسرائیل قرار نگیرن. بله درسته، امکان این ممکنه وجود نداشته باشه که همه این مردم بتونن برن به سمت مناطق جنوبی تر، ولی مسئله این هستش که حماس داره از این انسان‌ها، از مردم در غزه به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنه و از هر کارتی، از ابزاری استفاده می‌کنه حماس برای اینکه بخواد بر اساس اون عملیات‌های جنگ روانی و فریب راهبردی رسانه‌ای سعی بکنه که این غیر نظامیان بیشتری حتی شده کشته بشن، چون به هر حال از لحاظ قدرت نظامی حماس قابل مقایسه نیستش با اسرائیل. به خاطر همین سعی میکنه که حتی اگر شده تعداد بیشتری از غیر نظامیان کشته بشن که با نشون دادن این تصاور بتونه از این اهرم استفاده بکنه که جنگ پایان بپذیره، و این کارم برای دفاع از مردم در غزه به نظر من انجام نمیده. برای این هستش که بیشتر موقعیت خودش رو حفظ بکنه. آقا یه موضوع دیگه این هست که آنتونی آکسس دیروز گزارش کرد که آنتونی بلینکن در دیدار با نتانیاهو عنوان کرده که ایجاد یک وقفه فشار رو از آمریکا کم خواهد کرد، ولی امروز در روز گذشته یعنی در سخنانش اشاره کرده که سران کشورهای عربی گفته آتش بس کمک میکنه به بازیابی توان حماس. این تناقض چطور به اصطلاح شما ارزیابی میکنید و تحلیل میکنید این تناقض رو بین گفته های او؟ به نظر میرسه ببینید آمریکایی‌ها باز هم مخالف هستن با اینکه یک آتش بس دائمی بخواد برقرار بشه. دست کم تا الان که داریم صحبت میکنیم باز هم هیچ چیز به طور 100% مشخص نیست، ولی اگر قرار باشه که یک آتش بس موقت چند ساعته برقرار بشه مشروط بر اینکه مثلا گروگان‌ها رو آزاد بکنه حماس، خب لزوما آمریکا با این مخالف نیستش، و اینکه یک سری کریدورهایی رو باز بکنن در نتیجه یک توقف موقت چند ساعته جنگ، کریدورهای بشردوستانه باز بشه، کمک‌های بیشتری وارد غزه بشه، آمریکا با اینم مخالف نیستش. ولی با آتش بس دائمی به نظر میرسه که آمریکا فعلا مخالف هست. یعنی هدف آمریکا هم مثل اسرائیل هستش که حماس باید از بین بره از نظر نظامی، یا حداقل باعث تضعیف حداکثری قوای نظامی حماس باشیم در غزه. به هر حال هیچ کدوم از این مسائل توجیهی نیست برای اینکه بخوان غیر نظامیان در غزه کشته بشن. قطعاً کشته شدن غیر نظامیان از طرف هر طرفی بخواد صورت بگیره محکوم است، ولی به هر حال واقعیت، یعنی دنیای واقعیت، در دنیای واقعیت این مسئله وجود داره که به هر حال الان حماس مسئول این هستش که از مردم در غزه در برابر حملات اسرائیل دفاع بکنه. اگر از لحاظ توانمندی نظامی، یعنی حماسی که اعلام کرده اسرائیل باید نابود بشه، رسما اعلام کرده، حماسی که کنترل غزه رو در دست داره، حماسی که نه جنگ
آینده داره، نه سامانه پدافند هوایی پیشرفته داره، نه تانک داره، نه خودروی زرهی سنگین داره، اگر نمیتونه در برابر حملات اسرائیل از مردم در غزه دفاع بکنه، پرسش پیش میاد که پس چرا دست به اون حمله اولیه زد در 7 اکتبر؟ اگر نمیتونه از لحاظ قوای نظامی دفاع بکنه، پس مجبور است که از متحدان خودش کمک بگیره، یعنی حزب الله و جمهوری اسلامی. و زمانی که حزب الله و جمهوری اسلامی هم نمیان یک جبهه جنگ دوم و سوم باز کنن در دفاع از حماس، خب حماس از لحاظ نظامی شکست میخوره، این یک واقعیت هستش. به خاطر همین اینا بازم میگم هیچکدوم توجیه نمیکنه، ولی به هر حال مسئله این هستش که ما هر بازیگری که بخواد اقدامی انجام بده با یک سری محاسبات انجام بده قبل اینکه یک کاری رو انجام بده، و حماس به نظر من دچار اشتباه محاسباتی شده و عملا در این مخمصه گرفتار شده. ممنونم از شما حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل.